امروز در بخش حال شما در مورد خون بینی صحبت میکنیم. عقاید متفاوتی در مورد خون بینی وجود داره و حتی بعضی از کسا فکر میکنن اگر کسی از بینیش خون بیاید شاید او دچار کدام سرطان شده باشه و یا شاید دچار کدام بیماری صعب العلاجی شده باشه. امروز ما صحبت میکنیم در مورد از اینکه خون بینی چی هست و اگر شما خون بینی شدین آیا قابل نگرانی هست به دکتر باید برین یا نرین. منتظر سوالات شما هم هستیم. 8656 همین لحظه میتونین تماس بگیرین. تماس های شما را همکاران ما وصل میکنن و مهمان ما در این بخش دکتر علی محمد امینی هستن، متخصص گوش و گلو. سلام، صبح بخیر، خوش اومدین. بخیر باشین. سلام به شما، سلام به تمام هموطنان عزیزم، صبح شما بخیر. دکتر صاحب بسیار خوش اومدین. سوال از اینجا آغاز میکنیم که خون بینی خودش چی اثر قابل نگرانی است؟ خب خون بینی میگه آمدن خون از جوف انف، این رو میتونیم که بگیم که خون بینی. خون بینی خودش یک مرض نیست، یک علامه مرضی است که میتونه در چندین امراض دیده شوه. خب خون بینی از باب مختلف داره، میتونه که مربوط به جوف انف باشه، یعنی موضعی میتونه مربوط به امراض عمومی و بعضی وقتا دلیل خاص باختر خون بینی دکتر صاحب برشان پیدا کردن نمیتونن. ما میتونیم بگیم که خون بینی بعد از اینکه تشخیص شد بلی یک چیز عادی است، و اما میتونیم بعضی وقتا قابل نگرانی هم است، یعنی نظر به همو اسبابش که گفتیم قابل نگرانی هم میتونیم برش بگوییم. خب پس سوال اینجاست که چرا بعضی از کسا بسیار زیاد خونه بینی میشن و این خونه بینیشان حتی بسیار زیاد دوام میکنه و طول میکشه؟ خب ما گفتیم میره به سه کاتگوری تقسیم میکنیم. یکی اسبابش مربوط خود بینی است. در بینی میتونه که مثلا خود تروما یا تریزاتی که در قسمت بینی وارد میشه سبب خون بینی شود، و این گفتیم که در تمام سنا میتونه خون بینی دیده شود، در اطفال، در نوجوانان، در بزرگسالان. اطفال اکثرا با وارد نمودن تروما توسط ناخن و انگشت در بینی میتونه سبب خون بینی شود، و در بزرگسالان در نزد ورزشکارا، در اوقات ترافیکی، حادثات دیگه میتونه سبب حالت شود. بعضی امراض در قسمت انف سک، امراض انتانیسک، وایرال و باکتریال میتونه که این سبب خون بینی شود که اوقدر قابل تشویش نیست. انحراف خود حجاب انف میتونه سبب خون بینی شود که میتونه به صورت اولادی باشه و در اثر تروماهایی که در طول عمر اطفال یا بزرگسالا با او مواجه میشن میتونه سبب خون بینی شود. تغییرات اتمسفریک، آب و هوا میتونه سبب خون بینی شود. خب این گپای است که قابل تشویش نیست، قابل تداوی است. با مراجعه خود مریضا پیش دکترها قابل تداوی است، اما بعضی از امراض سیستمی که میتونه سبب خون بینی شود، امراض سیستمی مثل تشوشات قلبی است، تشوشات کلیوی است، امراض کبدی است، سرطان هاست، و خود دوره حاملگی و یا اینکه دوره عادت ماهوار نزد دختر خانم ها، تمام از اینا دلایلی هستند که میتونه سبب خون بینی شود. ببینید، یک تعداد کسا هیچ علت نتونستن پیدا بکنن، شب استراحت هستن، یک زمان میخیزن میبینن که بینیشان هم خون آمده، و این خون چگونه بند بکنن؟ خب این علت داره. ما گفتیم که چندین اسبابش که گفتیم باعث خون بینی میشه، اما گفته در اکثریت اوقات ما کدام دلیل خاصی به خاطر خون بینی پیدا کردن نمیتونیم. در کتاب هم ذکر شده، و گپی که شما گفتین اکثرا در اوقات که هوا گرم به طرف گرم شدن میره و کسایی که از پکه استفاده میکنن روبروی پکه استراحت میکنن، خود شمال پکه باعث خشک شدن قشای مخاطی بینی میشه و با اندکترین تراوما که در قسمت بینی باعث میشه. پس تغییر فصلی میتونه باعث خونریزی شود؟ بله میتونه. خود تغییرات فصلی گفتیم که حالات مثل یک زکام، سینوزیت وقتی که سبب میتونه خون بینی شود، و با گفتین چی کارهایی رو باید انجام بدن وقتی صبح میخیزن، کمک های اولیه. خب ترین کاری هست که وقتی که شخص با خون بینی مواجه میشه، بهترین را با انگشت شست و اشاره یک فشاره و دو جنب بینی خود وارد کنه برای 5 دقیقه، و از کامپرس های سرد
قسمت بینی حوز درد باشه و یا که استفاده از یخ میتونه باعث بند آمدن بینی. کسا دکتر صبح از پخته استفاده میکنن باز خون لخته میشه، آیا او قابل تشویش است؟ لخته شدن خون در نه خیر، جوف بینی خون خاصیتش است وقتی که از قسمت رگا خارج میشه علقه میکنه در جوف بفهم قابل تشویش نیست، خود علقه کمک میکنه به بند آمدن خون در قسمت وریده یا شریان که سبب پارگی شده، خودش یک کمک کننده است به خاطر بند آمدن خون از جوف انف. و همین که میگن سرش باید سرش بالا بگیره که خون بند بیا، این نه خیر، بهترین وضعیت حالت نشسته و کم خمیده به طرف پیش روز، دلیلش این است که خونی که در قسمت بینی جمع میشه و یا خونی که به طرف خب ما خود گفتیم باید فشار وارد شود و خونی که از قسمت نزد فرق یا قسمت خلف بینی به طرف گلوم پایین میشه خوب است که از طریق دهن بیرون آمده بره. این چند فایده داره، یکی که مانع بلش شدن خون به جوف میده میشه و مانع جلوگی از استفراغات بدن میشه و یکی که مریض میتونه اما حد و اندازه خون ریزی را وقتی که برای شبخانه در شبخانه پیش دکتر مراجعه میکنه اما حد اندازه که به چی اندازه خون ضایع کرده میتونه که یک تاریخچه برای دکتر صاحب بتن، یعنی وضعیت نشسته کم خمیده به طرف خدا یا به طرف شروعی، این وضعیت بهتر است نسبت به اینکه سر خدا بلند میگیرن و یا اینکه گفتین شما پخته میمانید در بینی. ماندن پخته خب کاری است که فشار بهتر و خوبتر وارد نمیکنه در قسمت شریان و ویدایی که در خارج جوف بینی وجود داره. بهترین راه کردش محکم گرفتن بینی توسط انگشت اشاره و توسط شست است که با مدت 5 دقیقه اگر محکم بگیرن خونریزی های عادی که باشه میتونه سبب بند آمدن خونریزی شه. بله، در صورتی که خونریزی ها مربوط مشکلات خون باشه، مربوط تشوشات کلیوی و کبدی و گپا باشه، اقسم خونریزی یا فتح فشار خون باشه، بلند بودن فشار خون، اقسم خونریزی ها توسط وارد نمودن فشار در قسمت بینی و یا با استفاده از کامپرس های سر در قسمت بینی فایده نمیکنه. بهتر است که اقسم مریض هر چی زودتر به شفاخانه مراجعه کنه. دکتر صاحب میریم به طرف یک تماس. شبانه جان روی خط تلفن هستن. سلام، صبحتان بخیر. بله سلام، صبح شما بخیر برادر. سلامت باشین، بسیار خوش آمدین. میشه سوالتون رو مطرح بکنین؟ سوال ما میشه برادر صاحب، امی بچه‌ها که 7 ساله شده امی بسیار خونه بینی میشه، اینقدر خونه بینی میشه که دیگه بیخی زرد زار میگردن، دیگه پایای میلرزه مادر. بله. بسیار عرض که دوام کردم پایده نکد برش. تماس تا نقد نکنین. دکتر صاحب ببینیم که از شما سوالی داره نداره. همشری عزیز، آیا طفلک بار بار خونه بینی میشه؟ امه شیرز میخواه شیرین میخواه مادر جان میگم بله، میگه باز بینیم خون شد که دیگه دیگه تو خون میشه، دیگه که فکر کنی یک مرغ بکشی این رقم خون میشه، خون لای میتلای. گفتین که به شکل تکراری این حالت برشون به وجود میاد؟ بله، یا یه رو بینی شو سر شو یه رو در خواه یه رو در دم صوب است یه رو در شیشته اینم که شیشته شیشته در این قصص گرگرم در خون بینی از دماغش تا میشه. در جلد شانا لکه ها به شکل خالخا و یا کبودی یا یگپا چیز دیده میشه؟ نه چیز نیست، نه. پیش دکتر سوا که مراجعه کردین چی گفته براتان؟ دکتر ها میگه یک دکتر بردمش نمیدیم دواخانه و اینجا بردمش گفت که یک رک خوش کس همون رق همیشه باید یا بسازه او رق بسازنیم یا که چی کنیم خوب میشه در مرور زمان نگه، یعنی 6 سال شد 5 ساله بود 4 ساله یعنی پینال 7 ساله شد یعنی 7 ساله هیچ خونه بینی چپ نشد. تشکر، این شروع بسیار تشکر. شبانه جان به یک نقطه اشاره کرد به گفته امو دکتر صاحب نقل قول داشته باشیم که رگ باید بسازنیم، رگ سوختانده میشه دکتر صاحب؟ بله، این گپ معمول است در شفاخانه ها، ما این کار انجام میتیم. به همچنین خود ما میتونیم بگوییم که اکثر اطفال از ران مادر وقت تولد میشن 95% انسان های روی زمین در هنگام تولد حجاب انفشان یک کجی پیدا میکنه و این کجی میتونه به درجات مختلف باشه. در وقتی که خیلی شدید باشه میتونه مو انحرافی که در قسمت خود حجاب به وجود میاد و در وقت تنفس هوایی که تنفس میشه مستقیم با اون قسمتی که منحرف شده هوا تماس کنه و سبب خشک شدن مساحه شود، مثل قبلا گفتیم یا پکه یا تنفس عادی، و خشک شدن غشای مخاطی در قسمت بینی میتونه سبب کفیدگی یا پارگی
شیریانچه هایی که در قسمت غشای مخاطی هست و سبب خون بینی شود. به احتمال قوی طفلک از اینا حجاب انفشان کج است و در هنگام تنفس وقتی که اینا تنفس میکنن چون محیط ماحور وطن ما شما قسمی است که هوای خشک داره طبیعت ما و این می تنفس باعث خشک شدن غشای مخاطی از اون میشه و بار بار خون بینی پیش طفل به وجود میاد. راه حلش بهترین راهش پیش دکتر باید مراجعه کنن استفاده از پومادای چرب کننده است که از طرف شب اینو اگر همیشه خصوصا در فصل گرما اینا از اون پومادا استفاده کنن و قطراتی هست که چرب کننده است و ملعین است اینا هیچ وقت دیگه با خون بینی انشالله که دچار نخواهد و یک سوال معمول دیگه که میگن استاد شدن زیاد زیر آفتاب باعث میشه که کسی خون بینی شود آیا این باور درست است؟ بله بازم به میگه برمیگردیم خود گرما سبب خشک شدن هوا میشه و تنفس هوای خشک و گرم سبب خشک شدن غشای مخاطی میشه و سبب وجود آمدن خون بینی میشه گپ درست است؟ بله از مواد شیمیایی هم میشه صحبت بکنین که یا مواد شیمیایی میتونه که فرد دچار خون بینی بسازه مثل دود سیگارت و بعضی چیزهای دیگه؟ خب تمام حالتهای گفتیم که هوای خشک و مخرشات میتونه که سبب التهابات خود در قسمت جوف انف شه گفتیم که ما قبلا گفتیم که التهاب جوف انف چی وایرال باشه چی باکتریال باشه چی مواد کیمیایی باشه وقتی که سبب التهاب در قسمت غشای مخاطی میشه بله سبب با وجود آمدن خون بینی میشه خیلی هم سپاسگزار هستیم جناب دکتر سبمینی بسیار خوش آمدید بخیر باشه وقفه میگیریم پس از وقفه هم دوباره برمیگردیم در ادامه برنامه بامداد امروز